سرخط خبرها. چراغ سبز عربستان به سازمان ملل. گروهی از مجروحان حوثی برای درمان از یمن به عمان منتقل می شوند. State of Qatar has decided to withdraw its membership from the Organization of Petroleum Exporting Countries. قطر در آستانه خروج از اوپک. دوحه میگوید تصمیمش اقتصادی است نه سیاسی. این ادعا را به صورت رسمی و شدیداً رد میکنه. آزار جنسی زنان ورزشکار افغانستان. کمیته المپیک این کشور میگوید مشکل تنها به فوتبال محدود نمیشود. و نابرابری جنسیتی در کارخانه های پوشاک جهان. پشت پرده دنیای مد به زیبایی ویترین فروشگاه ها نیست. سلام، عصر شما بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری دوشنبه 12 آذر 97 در تلویزیون فارسی بی بی سی. ائتلاف رهبری عربستان با خروج 50 نفر از شبه نظامیان حوثی یمن که در جریان نبرد مجروح شدند موافقت کرده. این زخمی ها قرار است با یک هواپیمای سازمان ملل برای مداوا به مسقط پایتخت عمان منتقل شوند. قرار است به زودی گفتگوهای صلح یمن در استکهلم سوئد برگزار شود. وزارت خارجه ایران از این گفتگوها حمایت کرده. ژیار گل گزارش می‌دهد. حرکت نمادین برای جلب اعتماد حوثی های یمن. امروز قرار است 50 تن از نیروهای حوثی که در جنگ زخمی شدند با یک فروند هواپیمای سازمان ملل برای مداوا به عمان منتقل شوند. سه پزشک یمنی و یک پزشک سازمان ملل آنان را همراهی می کنند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای جلب اعتماد حوثی ها برای شرکت در گفتگوهای صلح یمن در سوئد به درخواست آنان برای انتقال زخمی های حوثی با نظارت سازمان ملل موافقت کرد. زخمی های حوثی به فرودگاه صنعا منتقل شدند و آماده برای پرواز. برای مداوا عازم خارج از کشورم. همه شهروندان وطن پرست باید از یمن حفاظت کنند. همون گونه که ما با خونمون و فرزندانمون فداکاری کردیم، شما هم باید این کارو بکنید. محمد علی حوثی رئیس کمیته انقلابی حوثی ها از سازمان ملل خواسته که امنیت رفت و برگشت نمایندگان حوثی یمن به سوئد را تضمین کند. قرار بود این گفتگوها فردا سه‌شنبه شروع شود، ولی اختلافات باعث تأخیر شده. منابع خبری میگویند شاید این هفته برگزار شود. وزارت خارجه ایران در بیانی از این گفتگوها حمایت کرده و گفته تنها راه حل بحران یمن گزینه سیاسی است. یکی از دلایل ورود ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن جلوگیری از قدرت گرفتن شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران بود. از زمان شروع این جنگ بر اساس آمارهای سازمان ملل روزانه 77 نفر کشته شدند و هزاران نفر هم به علت سوء تغذیه مردند. ما از همه میخواییم که فوراً دست به کار بشن. از مردم خیر در همه جای دنیا میخواییم به وضعیت بهداشتی یمن کمک کنن تا با سوء تغذیه مبارزه کنیم. به ما کمک دارویی کنن تا بیماران مالاریا، تب دنگی و اسهال را مداوا کنیم. ما اصلاً دارو نداریم. داستان این مادر مشابه سرگذشت هزاران خانواده یمنی است. حالا اگر شوهرم کار کنه چیزی برای خوردن داریم. اگر نه خدا رو شکر میکنیم و با شکم گرسنه نمیخوابیم. تلاش برای پایان دادن به جنگ ادامه دارد. نمایندگان سازمان ملل هشدار دادند اگر جنگ یمن ادامه پیدا کند، بحران یمن به مرحله بسیار خطرناکی میرسد. مرحله ای که میتواند میلیون ها نفر را با قحطی قطعی روبرو کنند. ژیار گل، بی بی سی. بیش از 80 سندیکا و تشکل کارگری از نقاط مختلف جهان در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران خواهان توقف سرکوب کارگران و معلمان و آزادی فوری علی نجاتی و اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه و سپیدی قلیان از فعالان مدنی شدند. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، در بخشی از این نامه به دریافت دائمی آنچه که اخباری بسیار نگران کننده از ایران خوانده شده اشاره شده. امضا کنندگان این نامه از سندیکاهای فرانسه، ایتالیا، برزیل، اسپانیا، اندونزی،
هایتی، سنگال، مصر، پاراگوئه و تشکیلات فلسطینی هستند. کارگران نشکر هفت‌تپه حدود یک ماه است که برای دریافت حقوق معوقه‌شان و بازگشت مدیریت کارخانه به دولت دست به اعتراض و اعتصاب زدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرده که به حدود 200 شهروند این کشور در مرزهای زمینی و هوایی گرجستان اجازه ورود داده نشده. آقای قاسمی گفته این افراد مدارک لازم را داشته اند و مشخص نیست که چرا گرجستان مانع ورودشان شده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که در حال رایزنی با مقام‌های گرجستانی است. برنامه امروز هشتگ شما هم به گزارش‌های اخیر درباره دشوار شدن ورود و اقامت ایرانیان در گرجستان اختصاص داره. اگر به تازگی به این کشور سفر کردید یا در اونجا ساکن هستید، امروز از تجربه خودتون به ما بگید. از یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbcshoma. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. قطر میگوید یک ماه دیگر از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خارج میشود. وزیر انرژی قطر تاکید کرده که این تصمیم سیاسی نیست و بر اساس ملاحظات اقتصادی و استراتژیک گرفته شده. قطر گفته میخواهد روی تولید گاز تمرکز کند. به دلیل کم بودن تولید نفت قطر، اعلام این تصمیم تاثیر چندانی بر بازار جهانی نفت نگذاشته. ایمان ناصری مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاورین بازار نفت FGE با ما همراه شده. آقای ناصری، واقعا این تصمیم اقتصادیه یا دلایل سیاسی هم داره؟ عرض کنم خدمت شما که به نظر من دلیل این تصمیم بیشتر سیاسی هستش. البته خب قابل درک هستش که چرا وزیر انرژی قطر باید این رو تکذیب بکنه یا به اصطلاح به صورت عمومی اعلام نکنه. منتها با تقریبا حدود 600 هزار بشکه در روز تولید نفت و عرضم به حضورتون اگه جمع بزنیم کل تولید نفت و گازشون رو، چیزی حدود 5 میلیون بشکه در روز معادل نفت خام تولیدات برای قطر، نمیشه گفتش که به اصطلاح مضرات اقتصادی بزرگی داشت این عضویت. و من فکر میکنم دلیل اصلیش به اصطلاح رویارویی غیر مستقیم با عربستان و ابراز نارضایتی از وضعیت موجود هستش که در روابط سیاسی قطر با امارات و عربستان وجود داره. وزیر نفت قطر نسبتاً جدید یک ماه کارش رو شروع کرده. به نظر شما سیاست‌های جدید او چه تأثیری در منطقه خواهد گذاشت؟ من فکر میکنم که در واقع این تصمیم هم تصمیم آقای سعدالکعبی هستش که رئیس شرکت نفت قطر و به تازگی وزیر انرژی قطر هستش. من فکر میکنم که پیش از اینها قطر میبایست یه همچین رویارویی رو شاید انجام میداد، چون واقعا منفعت اقتصادی آنچنانی براش نداره برای قطر در این به اصطلاح گروه موندن. منتها عضوی هستش که از 1960 یا دهه 1960 در اوپک بوده و به هر حال یکی از تولیدکننده‌های نفت به اصطلاح حوزه خلیج فارس هست. بنابراین من فکر می‌کنم که خروج این یکی از تصمیم‌هایی هستش که آقای سعدالکعبی گرفت و ما باید منتظر باشیم که تصمیم‌های دیگه‌ای هم اینچنین به اصطلاح تغییر جهت‌هایی رو از ایشون ببینیم. در حالا بقیه راه بیشتر در حوزه گاز و LNG من فکر می‌کنم که شاید تصمیم‌های متفاوتی با وزیر قبلی باشی. متشکرم. ایمان ناصری مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاورین بازار نفت. منابع محلی ولایت سمنگان در شمال افغانستان اعلام کردند که طالبان 60 راننده کامیون‌های زغال‌سنگ را که دیروز در ولسوالی دره‌سوف این ولایت ربوده شده بودند رها کردند. به گفته محمد صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان، این افراد با وساطت بزرگان محل رها شدند. طالبان دیروز این افراد را از منطقه دره خشک ربودند. این رانندگان در حال انتقال زغال‌سنگ از ولسوالی دره‌سوف به ولایت بلخ بودند. مقام‌های محلی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان می‌گویند صدها خانواده‌ای که در ولسوالی پشتونکوت این ولایت در محاصره طالبان هستند با مشکل گرسنگی روبرو شدند. جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب می‌گوید طالبان در منطقه سرحوض این ولسوالی 3 روستا را محاصره کردند. حدود 500 تا 600 خانواده در این روستاها زندگی می‌کنند.
آقای بیدار میگوید دست کم دو نفر از جمله یک کودک از گرسنگی و سه نفر از بیماری جان دادند. ریاست تربیت بدنی و کمیته المپیک افغانستان میگوید که آزار جنسی ورزشکاران علاوه بر فوتبال در بعضی رشته های دیگر هم وجود دارد. حفیظ الله ولی رحیمی مدیر کل تربیت بدنی این کشور گفته از هیئت بررسی آزار جنسی ورزشکاران دختر حمایت میکند. سه روز پیش فیفا اعلام کرد ادعاهای مربوط به اذیت آزار زنان عضو تیم ملی فوتبال افغانستان را بررسی میکند. نسرین نوا همکارمان از کابل با ماست. نسرین، میدونیم که مدیر کل تربیت بدنی یک کنفرانس خبری داشته، دیگه چه گفته شده در این کنفرانس؟ در کنفرانسی که امروز گرفته شد از سوی ریاست تربیت بدنی، رئیس این ریاست گفت که ما حمایت میکنیم از تیمی که تعیین شده تا اینکه قضیه اتهام که به فدراسیون فوتبال وارد شده را رسیدگی بکنن و واقعیت روشن بکنن. دولت افغانستان این قضیه را خیلی جدی گرفته و گفته شده که هر چه زودتر باید معلوم بشه که آیا این قضیه واقعیت داشته یا نه. اتهامی که به فدراسیون فوتبال افغانستان در بخش دختران وارد شده بود و همین دلیل در کنفرانس امروز هم یادآوری شد که ما باید منتظر حقیقت باشیم. قضاوت هنوز سخت است، اما خب انکار نکردن که چنین قضایایی، چنین آزار و اذیت‌های جنسی در ورزش افغانستان وجود نداشته. به همین دلیل دادستانی کل افغانستان یک تیم مشترکی را به همراه وزارت داخله تشکیل داده و قرار هست که اینا بتونن که قضیه رو مستندسازی بکنن و بعد از اینکه اسناد و مدارک اگر تانست که ثابت بکنه که قضیه واقعیت داشته، گفتن که افراد را مورد تعقیب عدلی قرار خواهند داد. به همین ترتیب واکنش های بسیار زیادی صورت گرفته و از ریاست تربیت بدنی که کنفرانس برگزار کردن تا مراجع و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگه که خواستن این قضیه مورد پیگیری قرار بگیره. مجلس سنا هم گفته که کمیسیون رو تشکیل داده تا اینکه این قضیه بررسی بشه، گزارش داده بشه، چون که ورزش افغانستان رو در سالهای گذشته یک دستاورد خواندن و گفتن که باید دوباره او اعتماد جلب بشه و صحت یا کذب بودن این قضیه هرچه زودتر روشن بشه. فیفا هم همونطور که گفتین گفته که به قضیه رسیدگی میکنه با حفظ محرمیت و مسئولیت افراد. روی هم رفته با وجود تمام این واکنش ها و تلاش هایی که هر روز صورت میگیره تا این قضیه جدی گرفته بشه، فدراسیون فوتبال در همون اوایل این اتهام را رد کرد و گفت که این اتهام برمیگرده به نارضایتی بعضی از اعضای پیشین فوتبال افغانستان. واکنش افکار عمومی چه بوده؟ آیا منجر به نگرانی شده؟ قطعا که همینطور هست. در فضای سنتی افغانستان چنین قضیه و چنین اتفاقی نمیتونه آری از واکنش باشه و از فضای مجازی تا فضای زندگی واقعی ما افراد زیادی واکنش‌های متفاوتی داشتن. خیلی ها نگران این هستن که خانواده ها تا حالا هم سخت به ورزش اعتماد میکنن و به دلیل همون فکر سنتی که نسبت به ورزش دختران در افغانستان وجود داره اجازه نمیدادن که دخترانشون وارد رشته‌های ورزشی بشن و حالا با وجود این اتهامی که وارد شده قضیه سخت‌تر هم میشه. امروز ریاست تربیت بدنی هم اعلام کرد که کمتر از 2% ورزشکاران افغانستان دختران هستند. حضور بسیار کمرنگ دخترها خودش نگران کننده بود و این قضیه باعث میشه که نگرانی ها بالاتر بره و اعتماد به ورزش افغانستان خصوصا از طرف خانواده ها کمتر بشه و دختران کمتر اجازه و فرصت راه یافتن به ورزش را پیدا بکنن. متشکرم. نسرین نوا همکار ما از کابل. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. ائتلاف رهبری عربستان به سازمان ملل اجازه داد گروهی از مجروحان حوثی را از یمن به عمان منتقل کند. قطر اعلام کرد ماه آینده از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خارج می شود. دوحه می گوید تصمیمش سیاسی نیست. در ادامه برنامه پشت پرده دنیای مد و زنان کارگری که به حقشان نمی رسند.
گفتگوهای جهانی برای مقابله با گرمتر شدن زمین از امروز در لهستان شروع شده. در این مذاکرات اهداف تعیین شده در توافق پاریس برای کاستن از تولید گازهای آلاینده پیگیری می شود. دانشمندان می گویند تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 میلادی، یعنی 12 سال دیگر، باید 45% کمتر شود. یکی از بزرگترین منابع آلاینده هوا زغال سنگ است. لهستان که میزبان مذاکرات است، خود بیش از هر کشور دیگری در اتحادیه اروپا زغال سنگ تولید می‌کند. گزارش دیوید شوکمن رو با هم ببینیم. در این معدن‌ها کوهی از زغال سنگ خوابیده. این یکی از معدن‌های جنوب لهستان است. بحث استفاده از زغال سنگ یا ممنوعیت آن از بحث‌های اصلی درباره تغییرات آب و هوا است. ما را به یکی از این معدن‌ها دعوت کردند. تقریباً 1 کیلومتر زیر زمین. اولین بازدید ما از فرایند معدنکاری. از زغال سنگ فولاد درست می‌کنند. ولی بیشتر زغال سنگ را می‌سوزانند تا برق تولید کنند. از تونل‌های دراز و تاریک عبور می‌کنیم. آهسته و با احتیاط. به یک رشته کابل و لوله می‌رسیم. صخره بالای سرمان مدام جابجا می‌شود. صدای جابجا شدن و ترک خوردن صخره ها خیلی بلند و اعصاب خرد کنه. به ما میگن نگران نباشید، چیزی نیست. صدای صخره توی کار همینطوریه. اینجا پر از گرد و غبار و سر و صداست. جای سختیه برای کار. چون زغال سنگ خیلی آلودگی تولید میکنه، کشورهای زیادی کنار گذاشتنش. ولی اینجا در لهستان هنوز هزاران نفر توی معدنهای زغال سنگ کار میکنن. زغال سنگ از ستونهای اصلی اقتصاد لهستانه. حالا که در نشست سازمان ملل درباره جهانی بدون زغال سنگ دارن بحث میکنن، معدنچی‌ها نگران شدن. معدنکاری خیلی مهمه. منبع درآمد و معیشت خیلی از خانواده هاست. بستن معدنها خیلی پیامد داره. اگه تعطیلشون کنن فقط معدنچی‌ها بیکار نمیشن. خیلی از شرکت‌های دیگه هم که با معدن‌ها سر و کار دارن تعطیل میشن. ولی روی زمین یک مدافع حفظ محیط زیست نگاه دیگری به موضوع دارد. هرچند می‌داند که امثال او اینجا در اقلیتند. Burning coal, burning fossil fuels. سوزوندن زغال سنگ و سوخت‌های فسیلی دیگه برای تولید انرژی مقدار خیلی زیادی گاز دی اکسید کربن تولید می‌کنه و این به محیط زیست و سیاره ما آسیب می‌زنه. هوای این منطقه از اکثر مناطق اروپا آلوده‌تر است. شاید همین توجه شرکت کنندگان در همایش سازمان ملل درباره تغییر آب و هوا را جلب کند. دیوید شوکمن، BBC نیوز این پولند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید چین موافقت کرده که تعرفه خودروهای وارداتی از آمریکا را لغو کند. چین هنوز این موضوع را تایید نکرده. دیروز دو کشور اعلام کردند که جنگ تجاری علیه یکدیگر را متوقف می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته پکن فقط با گشایش بازارها و افزایش واردات خودروی آمریکایی موافقت کرده. در چین برای خودروهای وارداتی آمریکایی 40% تعرفه تعیین شده بود. خبر توقف جنگ تجاری دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان باعث افزایش قیمت سهام در بازارهای آسیا و اروپا شد. حزب راست افراطی وکس اسپانیا در انتخابات محلی آندالوس به پیروزی چشمگیری دست یافته. سانتیگو آباسکال رهبر این حزب میگوید 12 کرسی که نمایندگان حزبش در انتخابات زود هنگام تصاحب کردند راه موفقیت بیشتری در اسپانیا را هموار خواهد کرد. این اولین پیروزی یک حزب راست افراطی در انتخابات منطقه‌ای اسپانیا پس از دوران ژنرال فرانکو است. آندالوس دارای آمار بیکاری بالاست و مرکز اصلی ورود مهاجران است که از دریای مدیترانه به اسپانیا می آیند. رئیس سرویس اطلاعاتی بریتانیا MI6 قرار است روسیه را به موضع‌گیری دائمی با غرب متهم کند. آلکسی آنگر به روسیه و هر کشور دیگری که قصد خرابکاری دارند هشدار داده تصمیمات انگلیس و متحدانش را دست کم نگیرند. آقای یانگر به مسمومیت جاسوس سابق روسیه سرگئی اسکریپال و دخترش در بهار امسال اشاره کرد. علاوه او به واکنش آمریکا به این حمله که منجر به وسیع‌ترین اخراج دیپلمات‌های روس از زمان جنگ سرد بود هم اشاره کرده. مسکو بارها و بارها این دخالت‌ها و اتهامات را رد کرده.
استرالیایی ها به مشروب خوری مشهورند، ولی تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف مشروبات الکلی در استرالیا به کمترین مقدار در دهه‌های اخیر رسیده. هر استرالیایی به طور میانگین سالی 224 قوطی آبجو و 38 بطری شراب می‌نوشد، ولی یک پنجم استرالیایی‌ها اصلاً مشروب الکلی نمی‌خورند. فیل مرسر گزارش می‌دهد. باور کنید یا نه، مصرف مشروبات الکلی در استرالیا که مردمش به خوشگذرانی شهرت دارند به کمترین حد در نیم قرن گذشته رسیده. آبجو و شراب و مشروب‌های دیگر هنوز اینجا محبوبند، ولی نسل جوان حالا کمتر می‌نوشند. به نظرم خیلی جالبه، نقطه عطفیه. طی دهه گذشته وضعیت بهتر شده، مصرف بی‌رویه الکل کمتر شده، جوان‌ترها هم کمتر خطر می‌کنند، سبک زندگی مردم داره تغییر می‌کنه و گرایش به زندگی سالم‌تر داره بیشتر میشه. ذائقه استرالیایی‌ها دارد تغییر می‌کند. تولید کنندگان میگویند آبجوی تولید استرالیا دارد پرطرفدارتر می شود و مردم کیفیت را به کمیت ترجیح می دهند. مردم مشروب کمتر ولی بهتر می خورند. وقتی مثلا توی پاپ $30 خرج می کنند، به جای اینکه بخوان با این مبلغ بیشترین مقدار آبجو رو بخورند، ترجیح می دن بهترین تجربه رو داشته باشند. مثلا 2 لیوان آبجوی اعلا، همراه گپ زدن و بهترین تجربه مستی. استرالیایی ها عاشق پارتی هستن. از نظر خیلی از اونها مشروب خوری یه تفریح ملیه، مخصوصا وقتی که یه مسابقه ورزشی مهم برگزار میشه. اینجا الکل خیلی فراوونه و نسبتا ارزون. اکثر مردم باهاش سرگرم میشن، معاشرت میکنن و آرامش پیدا میکنن، ولی بعضی معتقدن الکل خاصیت خیلی بدتری داره. این تظاهرات در سیدنی به افتخار کسانی است که سعی کردند اعتیادشان به الکل را ترک کنند. الکل مرگبارترین ماده مصرفی در استرالیا است و بیشتر از مجموع همه انواع مواد مخدر در استرالیا جان می‌گیرد. از نظر بعضی الکل شیطانی است که نمی‌توان دفعش کرد. فهمیدم برای اینکه حس خوب و اعتماد به نفس داشته باشم و راحت از جان پاشم نیاز به الکل ندارم. برای همین تصمیم گرفتم که دیگه به الکل وابسته نباشم. ترک الکل به من جان تازه‌ای داد. بهم امکان داد همون کسی که میخوام باشم. دولت استرالیا به مردم پیشنهاد میکند که روزی بیشتر از 2 واحد مشروب معمولی ننوشند. این توصیه به حفظ تعادل ظاهراً دارد جواب میدهد. عشق استرالیایی ها به مشروبات الکلی کم کم دارد کمتر میشود، هرچند هنوز عاشق دور همی اند. پژوهشگران در بریتانیا میگویند روش جدیدی پیدا کردند که میتواند با استفاده از سلولهای بنیادین بیماران مبتلا به آرتروز آنها را درمان کند. این روش درمان مؤثر و بدون عوارض است. اولین آزمایش‌های روی انسان نشان می‌دهد استفاده از سلول‌های بنیادین در بافت مفاصل باعث ترمیم این بافت‌ها شده و برای درمان نیازی به جراحی ندارد. بیش از نیمی از جمعیت بالای 65 سال دنیا از آرتروز رنج می‌برند. فضاپیمای سایوز روسیه با 3 سرنشین راهی ایستگاه فضایی بین‌المللی شد. این ماموریت 2 ماه پس از سقوط فضاپیمای قبلی که در هنگام پرتاب دچار نقص فنی شد انجام می‌شود. ناسا تایید کرده که این فضاپیما با موفقیت در مدارش قرار گرفته. تحقیقات نشان می‌دهد علت حادثه ماموریت قبلی نقص یک حسگر در موشک بوده. آیا تا به حال به اینکه لباسی که می‌خرید و می‌پوشید چطور و به چه بهایی پشت ویترین ها میاد فکر کردید؟ درآمد برندهای شناخته شده پوشاک سالانه میلیون ها دلاره. اما آیا کارگران این صنعت هم درآمد مناسب و عادلانه‌ای دارند؟ شیما مشهور نگاهی کرده به شرایط زنان کارگر در تولیدی ها و کارخانه ها در این صنعت. رنگ، طرح، جنس. خیلی ها موقع خرید به این جزئیات دقت میکنن، اما چیزی که ممکن است کمتر مورد توجه ما باشد این است: کارگرانی که این لباس ها رو میدوزند، چهره های پنهان صنعت مد. در حالی که ما دائم با تصاویر پرزرق و برق دنیای مد بمباران میشویم، داستان بیشتر آنها در پشت درهای بسته میماند. دو تا بچه دارم، بنابراین دیگه نمیتونم پدر و مادرم رو تامین کنم. شوهرم هم مریض شده و دیگه کار نمی کنه. به خاطر همین من تنها نانآور خونه هستم.
در جهان نزدیک به 60 میلیون نفر در صنعت مد مشغول به کار هستند. نیمی از تولید پوشاک دنیا در اینجاست. چین و جنوب آسیا. نزدیک به 80% کارگران تولیدی‌های پوشاک در این منطقه را زنان و دختران زیر 30 سال تشکیل می‌دهند. این اتفاقی نیست. تبعیض جنسیتی در فضای کار در تمام این کشورها بسیار عمیق است و در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی پوشاک هم موارد بسیاری از آن دیده می‌شود. تبعیض‌های جنسیتی در محل کار عبارتند از عدم امنیت در محیط کار، آزار و اذیت جنسی، خشونت‌های کلامی، ساعات کاری زیاد، نداشتن دستمزد در مقایسه با همکاران مرد، حق و حقوق انسانی نظیر مرخصی بارداری، مرخصی استعلاجی و تعطیلات رسمی. به همه اینها میتونیم سوالاتی نظیر آیا ازدواج کردی یا قصد بارداری در آینده داری هم اضافه کرد که اگر باب میل کارفرما نباشه میتونه مانع بزرگی باشه برای استخدام. کلیشه‌های فرهنگی در این کشورها زنان را بیشتر در خانه تصویر می‌کنند و کسانی که تنها مسئول فرزندآوری و بزرگ کردن آنها و پخت و پز هستند. همین باعث می‌شود که بیشتر زنان یا فرصت مناسب برای بهبود وضعیت کاری خود پیدا نکنند و یا به خاطر فقر زیاد و ترس از دست دادن کار خود امکان صحبت کردن درباره آزار و اذیت‌ها را نداشته باشند و همین کاری را که به سختی یافتند در سکوت ادامه دهند. در نتیجه زنان نیروی کار مطلوبی برای کارفرمایان صنعت پوشاک هستند. اما چطور می شود جلوی این تبعیض‌ها را گرفت؟ می دونید خیلی جالبه که در تولیدی ها بیشتر زنان کار می کنند. اما نمایندگانشون در سراسر دنیا که در جلسات ما هم شرکت می کنند مرد هستند. باید به زنان این موقعیت داده بشه که اونها هم در سطوح مدیریتی مقام داشته باشند. و وقتی که صدایی از همجنس خودشون داشته باشن، راحت تر از مشکلاتشون حرف میزنن. مصرف کنندگان هم مسئول هستند. قدرت خرید مصرف کنندگان بسیار تاثیرگذاره و هر خرید تاثیر به سزایی داره. با آگاهی بیشتر مصرف کنندگان و فشار بر تولید کنندگان، رویکرد به کارگران کارگاه‌های تولیدی لباس به خصوص زنان کم کم تغییر میکنند. بعضی مارک ها برنامه هایی برای توانمند کردن زنان دارند و آنها را برای ارتقای شغلی تشویق می کنند. اما تا تغییرات اساسی در آنچه سالها در تار و پود صنعت جهانی پوشاک تنیده شده راهی طولانی مانده. راهی که مصرف کنندگان می توانند سرنوشت نهاییش را تعیین کنند. شیما مشهور، بی بی سی. به پایان بخش خبری می رسیم. ممنون از همراهی شما.